با سلام و وقت شما بخیر به ویژه برنامه بازار خوش آمدید. کاهش بی پیشنه ارزش پول افغانی در برابر دلار. چرا هر روز دلار گرانتر می شود؟ از آغاز حکومت وحدت ملی از سال 1393 تا سال 1398 ارزش پول افغانی 39% کاهش را نشان می دهد. رقمی که در افغانستان بی پیشنه گفته شده است. بانک مرکزی سالانه به گونه میانگین تا 2 میلیارد دلار را برای ثبات پول افغانی در بازارها عرضه می کند، اما در هر سال ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار رو به سقوط است. در حال حاضر 1 دلار آمریکایی در برابر پول افغانی به 80 افغانی و 40 پول مورد تبادله قرار می گیرد. بیشتر روی این مورد گفتگو میکنیم با آقای خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی، آقای اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و همچنان آقای انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید مهمان عزیز. باز آقای صدیق، باز هم میخوایم با شما آغاز بکنیم که چرا ارزش افغانی در برابر دلار 39% کاهش در جریان 5 سال گذشته نشان میده؟ قبل از اینکه ما چرا این رو بگویم، یک مطلب باید عرض بکنم که از لحاظ اقتصادی عامل اساسی ثبات ارزش پول یک کشور در دو چیز عمدتا نهفته است. یکی در سطح تولیدات از یک کشور، یعنی یک محصول ناخالص ملی یک کشور چی رشد را هر سال نشان میده، و دوم عاملی که تاثیر بزرگ خود داره مسئله بیلانس تجارت یک کشور است. این دو عامل باعث میشه که پول یک کشور از ثبات نسبی یا ثبات عمومی شه. البته عوامل مختلف دیگه وجود داره. در پهلوی از این عوامل غیر اقتصادی، جنگ ها، بحران ها، بحران های خود کشور، بحران منطقی، اینا عوامل هستند که کاملا مؤثر هستند سر از این. شما پیش از فرمودین که پیش از حکومت وحدت ملی تعال 39%. یک مطلب در نظر بگیرین، از سال 2014 به قبل شما در حدود 150 هزار عساکر خارجی داشتید. اینجا مصرف داشتن، اینجا دلار می آمد، دلار سرازیر می شد، به میلیاردها دلار در مارکت می آمد. از سال 2014 که قوای خارجی پایین شد، سطح آمد اسعار خارجی مطلقاً به یک حد قابل ملاحظه کاهش پیدا کرد. متاسفانه معکوساً به ادامه جنگ ها، بنا به مشکلاتی که در کشور بوده، نتونست که سطح صادرات کشور رشد کنه. اما صدیق، آیا 39% کاهش میتونه یک دلیل منطقی باشه؟ ولی ببین چطور منطقی نیست. شما وقتی که مجموعه عوایدتان، ببین برقام چرا داریم، در سال 97 شما 7.4 میلیارد دلار واردات دارین. بله. این واردات راجستر شده است. وارداتی که ممکن غیر راجستر باشه بالا باشه. در حالی که در عین زمان شما 875 میلیون صادرات دارین. شما تناسب می‌بینید؟ 7.4 میلیارد و 800 میلیون. معنیش اینه که یک خلای بزرگ، و این خلا معنیش اینه که تقاضای اضافی را برای دلار خلق میکنه. شما ندارین که عرضه زیاد باشه. بنابراین بسیار تفاوت بین عرضه و تقاضا مارکت است. بلند میبره چی ره؟ سطحی قبلا ممکن صادرات ما قضاوت بود، اما بخش زیاد چی که بود قوای خارجی دیجا بود، زیادتر این دلار دیجا می آمد، بنابراین جبران میکرد یک بخش از لحاظ دلار، بخش واردات ما رو میتونست تمویل بکنه یا جبرانش بکنه. او حالت از بین رفت. در پهلوی ازی عوامل دیگه که در این اواخر خصوصا شما اگر ببینید از سال 2018 از ماه جولای که زیادترین رشد و یا زیادترین کاهش هم در اوسط 39% زیادترینش از جولای 2018 به این طرف است. ما یک تحقیق بانک کرده بسیار دلچسب است. شما خبر دارین که در جولای 2018 آمریکا از موافقتنامه برجام با ایران برآمد. با مجردی که برآمد یک کاهش ارزش پول ایران شروع شد. تا اون زمان به صورت اوسط 3500 تومان ایرانی معادل به 1 دلار بود. دفعتاً به 5000، 10000 الا 15000 رسید. آقای صدیق، خب شرایط ایران یک شرایط خاص گفته میشه، اما میخوایم از شما بپرسم که آیا به اندازه پول افغانی پول کشورهای دیگر بی ثبات است؟ کاملا چنین شما میفهمید. مثلا در عین زمان ببینید نرخ تبادله افغانی به تاریخ 19 ماهی می بله با مقایسه سال گذشته 8% رشد کرده، یعنی تنزیل ارزش داده. داره که در عین زمان تومان ایرانی 45% تنزیل ارزش داده و روپیه پاکستانی 18%. بنان اگر به هر دوش مقایسه کنین با یکیش کمتر از 0.5% دیگهش 5 برابر بالاتر از ما هست.
ما در پنج بله. آقای سیدیق در مورد همین روپی پاکستانی میخوام یادآوری بکنم خیلی مثال زنده است. ما اگر از تاریخ 18 اپریل تا تاریخ 20 اپریل مد نظر بگیریم، تنها در بخش روپی پاکستانی 12 پول تغییر کرده، اما در یک روز که روز دوشنبه میباشه یک افغانی در بخش پول افغانی که 100 پول میشه افزایش به میان میآید. این بمانند است. شما اگر من اجازه بدین که با مسائل ارتباط داره با هم دیگر، ما برای شما عرض کنم که عین زمان بله. از 19 می امسال با تناسب پارسال پول افغانی 8% کاهش ارزش داره، تومان 45% و روپیه پاکستانی 18%. بنان چرا ما این دو کشور را مثال میدم؟ به خاطر اینکه دو کشور بزرگترین پارتنر اقتصاد تجارتی ماست. ما زیادترین ادمی از دو کشور را که شما بگیرین حدود 40 تا 45% واردات ما ازی است. بنان هر تغییرات مثبت یا منفی که در عرصه اقتصادی و اسعاری در این دو کشور واقع میشه، شما بخواین نخواین تاثیرات مستقیم خود سر شما میگذاره. ببینیم به این گراف اگه ما دوستایی که دبی ببینن دکتر صاحب هدی هم خود دیدن، ما یک چی کردیم در عین زمان که چی رقم رشد کرده پول تومان، این رنگ سبز تومان است، با عین وقتی که این رشد میکنه به کجا میرسه افغانی معادل کدی پیش میره. عین چیز کلدار پاکستانی، روپیه پاکستانی رو ببینید شما با رنگ سبز این همی تمووج بالایی کرفته که تنزیل ارزش داده، توام با این افغانی هم در این زمان پرارن موازی پیش رفته. بنان معنی ازی است که تاثیرات تنزیل ارزش پول دو کشور بنابه ای که دو پارتنر بزرگ تجارتی ما هستن تاثیر مستقیم خود سر ما دارن. ببینید در آل شما خبر دارن که پاکستان یک مذاکرات بسیار وسیع بنا به بران اقتصادی که داره با IMF است. بالاخره اونا از IMF یک بیلاوت یا قرضه 6 میلیارد برای 4 سال درخواست کرد. شرایط IMF برای عرصه بسیار بزرگ بود، عمدتا دو سه تایش بسیار مهم. یک، شما سبسیدی دیگه نمیتونید بکنید، پاکستان هم. دوم، نرخ اسعارتون رو بذارین که مارکت این بکنه. قبل از اینا تصنعی نگاه میکنن، زیاد اسعار بفروختن فقط میخواستن نگاه کنن، یا این شرط ها این شروط قبول میکنه یا ای که این قرضه داده نمیشه. بله. شرط قبول میشه، با مجردی که شرط قبول میشه از 120 کلدار در برابر یک دلار امروز به 153 رسید، به 153. این رشد سرسام آور از ظرف یک هفته در روز، در ظرف 3 روز گذشته 9.6 کلدار ارزش خود از داد، یعنی زیادتر شد، در یک روز 2 کلدار رفت. عامل ازی چی شد؟ یک عامل شد که مردم رو آوردن به طرف دلار و ذخیره میکنن دلار. این پرابلم در اونجا به حد قوی زیاد شد بله. که دیروز یکی از علمای پاکستانی، علمای دینی که مردم برش بسیار احترام داره، آقای طارق بله. عثمانی، مفتی طارق عثمانی اعلان کرد که هر نوع ذخیره دلار گناه کبیره هست و خیانت ملی هست. معنی است که در اونجا بنان زمانی که در کشور همسایه شما یک تمایل پیدا میشه که باید دلار ذخیره کنه، به صورت بسیار طبیعی دلار از مارکت های دیگه به طرف میره. در ایران یک هفته قبل نرخی را که دولت تعیین کرده بود هم که پایین تر از 15 یعنی بیشتر اعضای پاکستان و ایران تاثیرگذار بوده بر ارزش افغانی. عواملی که ما در افغانستان داریم ما به شما عرض کردم، ما سطح تولیدات ما پایین است، ما کسر بزرگ تجارت داریم، ما بحران سیاسی داریم در کشور خود. شما بله. دوستای محترم، ما در 6 ماه نتیجه انتخابات پارلمان اعلان کرده نمیداریم. ما که اعلان میکنیم سر ریاست دامن پارلمان چاقو کشیده میشه، درست؟ سرکار بله. شما این عوامل به صورت قد به تاثیر بله. سرزی نگیرین که این در تمام دنیا هست. تشکر آقای صدیق، به شما برمیگردم. آقای رحیمی، میخوایم که شما بپرسم که این کاهش بی پیشنه ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار چه تاثیرات روی اقتصاد کشورم داشته؟ تشکر. نخست سلام خدمت شما، رئیس بیندگاه شما. بدون شک تغییرات نوسانی که در تغییر تبادله میایم اثرات خود بالای قیمت ها و بالای سطح زندگی مردم داره، بدون شک. به خاطر که امور قمه که سیخ صاحب گفتن که ما بیشتر واردات ما زیاد است، هر زمانی که تغییر در نرخ اسعار می بالای تمام موادی که وارد میشه قیمتش در مارکت بلند میره و اثرات زی بالای سطح زندگی مردم بسیار زیاد است. علت بلند بودن اثراش بالای سطح زندگی مردم از چند ابعاد است. اولی که افغانستان فامیل ها بسیار از دید سطح زندگی بسیار آسیب پذیر است. یکی که تلاش همیشه در تمام فامیل ها میست که در هر خانه یک نانوور باشند که
از نظر فرهنگی باید تغییر بخورم و دوم صد فامیل زیاد است. سوم خود بلند بودن سطح فقر آسیب پذیر دگام زیاد می سده و اما قدرت تطابق پذیری با شاک ها یا صدمات برای فامیلا بسیار کم می بشه. از اون لحاظ هر تغییری که در نرخ نواب به وجود می بدون شک اثراتش بلند است. می خواهیم که یک مورد به تداوم صحبت های سیخ سب بکنم که عوامل نوسانات نرخ اسعار در افغانستان زیاد هستند. یعنی هر عاملی که سبب ارزی دلار در مارکت شد، یعنی که ارزی دلار کاهش پیدا بکنه ما آسیب میبینیم، و هر عاملی که سبب افزایش تقاضا بر دلار در مارکت ما شوه ما با صدمه میبینیم. یعنی بله. آقای رحیمی، از شروع سال مالی تا کنون 5 افغانی کاهش پیدا کرده شد افغانی در برابر دلار، از آن زمان تا کنون چقدر تاثیرات داشته روی بازارها، روی اقتصاد مردم اگر اشاره بکنین روی آمار؟ خب بدون شک گفتم که تاثیر داره، اما یک چیز فکر بکنیم، صحبتایی که قبلا شد، اگر ما مقایسه بکنیم تغییر نوسانات ارزی در نه تنها افغانستان، در منطقه افغانستان بسیار به مراتب خوب بوده. امور رقمی که اشاره شد قبلا در پاکستان اگه ببینیم کاملا دقیق است، از 120 به 145 روپیه در مقابل هر دلار نرخ تفاوت کرده. ایران به این ترتیب، اما در افغانستان با وجود ازی، با وجود که بسیار زیاد عوامل زیاد در افغانستان است به خاطر نوسانی شدن دلار، اما باز هم این قدر تفاوت یعنی خوب مدیریت شده و بدون شک اثراتش بالای اقتصاد است. اما رقم گفتم چون آسیب پذیری ما زیاد است و از این بابت سر خود سطح زندگی مردم تاثیر به سزا میتونه داشته باشه. بله، تشکر آقای رحیمی. همچنان اکنون آقای انورالحق هدی، وزیر پیشین مالیه را نیز در برنامه به گونه زنده با خود داریم. آقای هدی، میشه که در نخست از شما بپرسم که شما هم که رئیس بانک مرکزی بودین، سیاست های پولی افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر تانسته که کارساز باشه بر افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب حتما پرسان شما به ارتباط تضعیف ارزش افغانی است. ما فکر میکنیم که بانک مرکزی مو موافقه ای که با امرای IMF اینا امضا کرده که او به ارتباط ارزی پول است، اینا مطابق به او حرکت میکنه، اما فکر نمیکنیم که ارزی پول افغانی در بازار زیاد شده باشه. به این اساس ما فکر نمیکنیم که علت عمده کم بودن یا تضعیف ارزش افغانی یک دلیل اقتصادی داشته باشه. به نظر من دلیل عمدهش سیاسی است که مردم به ارتباط این حکومت اعتماد ندارن، راجع به آینده مطمئن نیستن که آیا در آینده چی میشه، جنگ از کدام قرار است، امنیت خراب شده و مسائل اقتصادی که پیشتر به او اشاره شد، یکی از او هم متحولا به منفی گرایش نکرد. مثلا پیشتر گفته شد راجع به صادرات ما در سابق 500 یا 600 میلیون بود، حالا اینا میگن که حدود 800 میلیون است. واردات ما در سابق در حدود 9 میلیارد بود، حالا اینا میگن که 8 میلیارد است. کمک های خارجی، کمک های رسمی هم برعکس که زیاد که کم نشده بلکه زیاد شده. یک منبع عمده عایدات اسعاری ما کمک های افغانای است که در خارج است، که هم زیاد چیز کم نشده زیاد شده. در بسیاری مالک وقتی که به صورت آنی یک پول ارزش خود از دست میده، و سرمایه گذاری های داخلی، سرمایه گذاری های قصیر المدت خارجی است. در افغانستان سرمایه گذاری قصیر المدت خارجی وجود نداره. به این اساس ما گفته میدانم که دلایل اقتصادی نیست، و در عین حال باید ایران بگویم که پالیسی های بانک مرکزی در قسمت ارزی پول کدام تغییری نکده و این توضیح کرده نمیدانه که چرا ارزش افغانی پایان آمده. دلیل عمده اونم دلیل سیاسی است که مردم راجع به آینده حکومت، راجع به آینده نظام، راجع به آینده کشور یک اندازه به تشویش هستند. اکثریت مردم یا تعداد زیاد مردم میخواهند که پول خود را به دلار تبدیل کنند و یک قسمت زیادشان میخواهند که پول خود را به خارج ببرند. به این اساس بانک مرکزی باورم نمیکنه که اینا چیزی کرده بتانند. هر قدر اینا دلار هم بفروشند جلوی را گرفته نمیتانه و یعنی دلیلی که
یک سال پیش مثلا $1 65 افغانی بود و آل 80 افغانی شده. این دلایلی که اینا پیش کردن هیچ کدامش را جواب گفتن نمیتونه. بله، پس آقای ادیب چی نوع یک سیاست بر افغانستان نیاز است که در حال حاضر شرایط بتونه که کنترل بکنه و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه و همچنان ثبات پول افغانی؟ خب باقیده ما خوب حکومت یعنی بانک مرکزی به صورت دوامدار پالیسی های نسبتاً باقیده ما پالیسی های با مسئولیت هم پیش میبره. اونا با موافقه با IMF اونا نمیگذارن که مقدار پول ما در بازار زیاد شود. اونا هر هفته یک مقدار دلار میفروشن و او تنها به خاطر اینه، یعنی او جزء پروگرام IMF است به نام پروگرام استرلایزیشن یا عقیم ساختن پول زیاد در بازار، اونا را پیش میبره. اینمی پالیسی ها مؤثر است، اما قسم که پیشتر گفتم بانک مرکزی بیشتر چیزی کرده نمیتونه. مشکل سیاسی است، مشکل از رئیس حکومت است، مشکل انتخابات است، مشکل ما عدم اعتماد به سر پارلمان، سر کمیسیون انتخابات و راجع به آینده صلح و جنگ و این مسائل است که این مسائل. اما آقای حدی بانک مرکزی مسئولیت کنترل اسعار در کشور داره؟ بله آقای عدی، من اشاره کردم که شما گفتین که بانک مرکزی در شرایط کنونی نمیتونه که کار را انجام بده، اما بر بنیاد قانون دی افغانستان بانک مرکزی مکلف است که چنین کار را انجام بده و اسعار در داخل کشور کنترل بکنن، مسئولیتشان است. خب کنترل اسعار، نرخ اسعار تنها مربوط به صلاحیت های بانک مرکزی نیست. گفتم که بعض از دلایل سیاسی است و او مسائل رئیس بانک مرکزی یا کدام کسی او را کنترل کرده نمیتونه. تا جایی که مربوط به بانک مرکزی است، ما فکر میکنیم که اونا کارهای خود را اجرا میکنن و ممکن حتی بیشتر از اون چیزی که در پروگرامشان بوده باشه، مثلا فروش اسعار اینا زیادتر ساختن. باقی خود ما خو قدر او را زیاد هم بسازن، نتیجه چندان مثبت نمیده تا که مسائل سیاسی حل نشوه. ولی بانک مرکزی بر اساس موافقه ای که اینا با IMF داره، مطابق از او در قسمت ارزی پول اینا مو حرکات خود یا فعالیت های خود به پیش میبره. بازم تکراری میشه، مشکل سیاسی است و این بانک مرکزی نمیتونه که به ارتباط موثر باشه. بله، تشکر آقای حدی. دوباره به شما برمیگردم. آقای صدیق، میخوام که از شما بپرسم که در تمام جهان نرخ ارزها را بانک مرکزی همون کشور تعیین میکنه، اما در افغانستان سرای شاهزاده در این قسمت اینا کار میکنن، اینا بیشتر تاثیرگذار هستند. پس کار شما چی شد؟ ما قبل از اینکه بریم به تایید گفتار آقای محترم دکتر صبح حدی، ما میل به شما پولی که در جریان، یعنی زیادتر عامل داره، پول در سرکولیشن، تا امی زمان امروز پولی که ما باید می‌داشتیم 239 میلیارد، این 229 میلیارد است. ما 10 میلیارد پایین است، معنی است که بسیار درست تنظیم شده. اگر این بالا می‌رفت واقعا تاثیرات هم سر اینفلاسیون داشت. مثلا شما پیشتر فرمودین که بانک مرکزی وظیفه داره که چیکاره. ببینیم، اگر بلند رفتن نرخ اسعار ناشی از غلطی پالیسی پولی بانک مرکزی باشه، بنان باز مسئولیت بانک مرکزی است. اما اگر مسائل سیاسی، بحرانای کشور، بحران منطقه باشه، من فکر نمیکنم بانک مرکزی افغانستان یا هیچ کشوری در ایجاد ثبات سیاسی در کشور، امنیت در کشور و یا هم جلوگیری از بحران اقتصادی در کشورهای همسایه باشه. پس شما دست با سر دست با هم شما علمی چیزی که میتونید به شما دو وسیله است. ما یک بالیلام اثار، ما منظم لیلام داریم. ما از لحاظ اقتصادی بسیار صادقانه بگویم به صورت قطع توافق با اینا دارم که ما ذخایر اسراری استراتژیک خود در بازار عرضه کنیم بفروشیم. این یک دفع الوقت است، یک علاج نیست، یک مسکن است واقع بینانه. علاج سطح بلند بردن سطح تولیدات افغانستان است، درجه اول بلند بردن سطح صادرات ماست و پایین آوردن خلا یا کسر تجارت است. این چطور میشه؟ سرمایه گذاری ها باید صورت بگیره. چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره؟ واقعا در طول 18 سال اگه ببینید سرمایه گذاری های افغانستان از داخلی بسیار محدود داده، در رقم بوده مگر در واقعیت نبوده. به این خاطر است که سطح ما اگر می بود تولیدات داخلی شما بدیل واردات میشد، ما اونقدر بدیل نشدیم، نبوده. بنان چیزی که در عرصه پالیسی های پولی کشور ماست، بانک مرکزی مسئولیت داره. اما اگر عامل دیگه مؤثر میشه سر تاثیرات سر نرخ تبادله، این بانک مرکزی از صلاحیتش خارج است.
بله. پس بیشتر... میخوام که شما برسم، شما خودتون هم یادآوری کردین این لیلام پوله که شما همه رفته انجام میتین که در هفته 5 میلیون دلار است، یک مسکن است که خود شما میگید. پس چرا یک پشتوانه قوی بر پول افغانی ساخته نشده از طرف بانک مرکزی؟ به چی منظور؟ منظورت از پشتوانه چی است؟ چرا یک سیاست منظم پولی را ما در حال حاضر نداریم؟ ببین، باز برای شما عرض میکنم، بهترین پشتوانه ارزش پول یک کشور سطح تبلیغات داخلیش است. هر کشور آل برای جناب دکتر صاحب معلوم است که فعلا مسئله طلا یا اینا به حیث پشتوانه اساسی که وقت بود کلاسیک نیست. آل فقط پشتوانه اصلی وضع اقتصادی، قدرت اقتصادی و پتانسیل اقتصادی یک کشور است. ما متاسفانه بنا به جنگ های 40 ساله و به خصوص 18 سال 19 سال ما سطح تولیدات ما واقعا در سطح بسیار پایین قرار داریم، در جایی که باید قرار می داشت نیستیم. یک مطلب دیگر هم باید عرض بکنم که افغانستان از پالیسی این پالیسی پیروی نمیکنه که نرخ اسعار تعیین کنه. ما از نرخ تبادله آزاد مدیریت شده ما از این پیروی میکنیم. چرا؟ اگر ما قرار باشه که نرخ اسعار ثابت نگاه کنیم، ما باید قدر دلار داشته باشیم که به میلیارد میلیارد باید ارزه کنیم. این توانایی زیر ما نداره، امکاناتی از این نیست. بنان این شیوه دیگه علی وجود نداره. ما فقط در هر جایی که تغییرات بسیار فاحش بیه که میتونه زیاد لجام گسیخته شوه، بانک بنا به امکانات خود دومه. اما این لیلام شما نمیتونن تاثیرگذار باشه. اگر نباشه تاثیرات شما باز باز دیگه خواهد دید. اگر ما امیر هم نکنیم ممکن نرخ اسعار دیگه هم بلند برن. در 18 سال چه تاثیر داشته؟ شما سالانه در حدود 2 میلیارد دلار در بازار عرضه میکنین، لیلام میکنین، اما تاثیر رو نداشته. با گذشت هر سال ما ارزش افغانی را از دست میدیم. ما با هر دفعه که لیلام میکنیم، ما امسال تا حالا در حدود 800 میلیون دلار فروختیم از سر سال مالی و در حدود 70 میلیارد افغانی پول از مارکت جمع کردیم. اگر شما این 70 میلیارد هم جمع نمی کردین، شما سطح انفلاسیون و سطح قیمت‌ها رو بازار مارکت ببینید با کدام اندازه بود. بنان تاثیرش از همی بوده که با جمع‌آوری پول از مارکت شما سطح قیمت کنترل میکنین و از بلند رفتن سرسام آبر نرخ تبادله. یعنی وضعیتی که آقای صدیق در حال حاضر ما در قرار داریم هنوز هم کنترل شده هست؟ چطور کنترل شده؟ یک دلار در برابر 80 افغانی و 40 پول به فروش می رسد. دوستایی که اقتصاد دکتر سمیر تشریف دارن که اگر شما 70 میلیارد از مارکت جمع نمی کردین، شما سطح قیم مواد و نرخ تبادله را باز می دید کجا می رسید؟ بنان به اساس برای موثریت داشته، بی موثریت نبوده. و دوم، بازم برای شما عرض می کنم که بانک مرکزی پالیسی در ارتباط لیلام اسعار به نحوی است که ما چقدر آمد اسعار داریم. هر اندازه ما آمد اسعار پلان میکنیم، یک بخش باید سر اسعار ما اضافه شود. بله. و متباقیش ما در مارکت عرضه میکنیم. به می خاطر است که ما آله، اما تو که نرخ اسعار ما به تناسب قبل بسیار بلند رفته، ما آله هم ذخایر اسعاری ما 7.7 میلیارد ذخیره اسعار خالص ما است. ما نمیتونیم با ذخایر اسعار استراتژیک خود به نحو بازی بکنیم که برای موقت دفع الوقت کنیم و نرخ پایین بریم و بعد از اینکه با مشکل ذخایر اسعاری ما مواجه شدیم و چیزی نداشتیم به اسم وسیله جمع‌آوری پول افغانی از مارکت استفاده کنیم، در حالت خواهد بود که با در روز 10 افغانی دلار برن خواهد رفت. بله آقای صدیق، اگر خیلی کوتاه بگین که قرار است تا چه زمان دیگر هم شما این شیوه را انجام بدین که لیلام پول در بازار است، تا چه زمانه؟ تا وقتی که جاب کنه، تا وقتی که ما ببینیم یک پالیسی است که پالیسی بانک مرکزی ابد نبی باشه. ما اوزار ببینیم به هر اندازه‌ای که انکشاف اقتصادی به وجود بیاد، سطح رشد اقتصادی بالا بره، سطح لیلام‌های شما پایین آمده میره. بسیار مسلمه. اما برای فعلا ما کاملا این پروسه را دوام خواهد دادیم. ما هیچ در نظر نداریم که مسئله لیلام اسعاره ما متوقف بسازیم. این جریان خواهد داشت مطابق پالیسی بانک به نظر و امکاناتش دی هیچ شکی نیست. بله، تشکر آقای صدیق، با شما برمیگردم. آقای رمی، میخوام که در این بخش از شما بپرسم که با این شرایط که در حال حاضر ما در قرار داریم که ارزش افغانی با گذشت هر روز در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار کاهش پیدا میکنه، شما وضعیت اقتصادی در جریان امسال چگونه ارزیابی میکنین؟ خب مسئله ای تفاوت اسعار رقم که شما هم گفتین، این مسئله بسیار زیاد از دید اقتصادی بسیار کلان نیست که بسیار زیاد یک ورخطایی در مارکت ایجاد بکنه. اگر ما بازم به این برمیگیم که اگه مقایسه بکنیم وضعیت افغانستان با میردو کشور که در منطقه ما امراش بسیار داد صده داریم، بسیار به مراتب خوب هستیم و امور رقم سیاست را که بانک مرکزی داره. اما آقای رمی، ارزش پول یک کشور مستقیما تاثیر داره روی اقتصاد؟ کاملا
کاملا به او تاثیر داره. خب عواملش در برنامه که ما شما صحبت میکنیم، اگر فرصت زیاد باشه که ما سر عوامل گپ بزنیم، عوامل امیر رقمی که گفتیم عواملش در افغانستان بسیار زیاد است. با وجود که عوامل زیاد است، اثراتش با مقایسه با دو کشور بسیار زیاد محدود است. چیزی که حال برای ما بسیار زیاد مهم است، اولی است که تمام سیاست های حکومت بالای تولید متمرکز است که سطح تولید داخلی باید بلند بره. بله. بدون شک در طول 4 سال تمام سیاست دار که شما ببینید، چی در تولید برق، چی در ایجاد دروازه های ترانزیتی با کشورها، چی در قسمت کارگوها، تلاش همواره به می بوده، چی حضور سکتور خصوصی در تمام نشست ها و شوره ها که زیاد ما سهم بتیم برای سکتور خصوصی در قسمت سرمایه‌گذاری داخل و بله. سطح تولیدات داخلی بلند بره. یک کار در از مدت است. بله. تشکر آقای رحیمی، به شما برمیگردم. اکنون وقفه داریم. یک میان برنامه کوتاه، پس از او هم ادامه بحث. ویژه برنامه بازار همچنان خوش آمدید. آقای رحیمی، میشه که شما اشاره بکنین که آیا این کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار نمیتونه یک زنگ خطر بر اقتصاد افغانستان باشه؟ کاملا زنگ خطر است. بس که بیشتر ما داشته میست که باید برای تمام تدابیری که پیشگیرانی که برای زید طور خطرات است روی دست گرفته شده. کار که من پیشتر گفتم که زیادتر تمرکز بالای تولید داخلی است، بالای افزایش صادرات و کاهش واردات. بخصوص در ای اواخر وزارت اقتصاد بالا یک سند کار کرده به یک استراتژی که استراتژی تعویض واردات است و در ضمن که تعویض واردات است بالای افزایش صادرات هم تمرکز داره. ما اگه ببینیم هر عاملی که بتانیم که پیسی دلار به بیرون بره او را کم بسازیم، تبیز که هم سر اقتصاد تاثیر میکنه، هم سر ازی آسیب پذیری که امروز ما شما امشب سرش بحث میکنیم میره کاهش میده. در سندی که ما بالاش کار جریان داره کار کردیم، افغانستان مالت، یک چند موردش خدمت شما اینجا میگم. بله. ما از مجموعه تمام موارد که اما اقلام کلانی که در افغانستان وارد میشه، یک دو دو ده یا ده قلم زیر مشخص کنیم. اون قلم هایی را که ما میتونیم در داخل کشور ظرفیت و توانایی و امو از دید مسئولیت از او که در داخل کشور تولیدش باشه او را داریم. مثلا در قسمت آرد گندم ما در سالانه در حدود 900 میلیون دلار خریداری میکنیم، وارد میکنیم. ایره در روی دست گرفتیم که پیدا بکنیم که چگونه میتونیم ایره تعویض واردات بکنیم. مسئله دوم خدمات سی و ادویجات است که سالانه در حدود 744 میلیون دلار از کشور بیرون میشه، هم در قسمت خرید ادویجات و هم در قسمت خدمات صحی که مردم به تداوی میره. اگر در این زمینه ما ایره زیر کار داریم که چطور میتونیم اینمیر به حد اقلش برسانیم تا اینکه پول ما از داخل بیرون نره. قلم سوم مسئله سمنت است. در سمنت سالانه در حدود 303 میلیون دلار ما به می ارزش سمنت وارد میکنیم و ظرفیتاش داریم. سر زی تمرکز است که چطور متمرکز شویم که ایره بتونیم در داخل تولیداتش بلند بریم. مسئله چهارم روغن خوراکی، در حدود 395 میلیون دلار ما روغن خوراکی. بله. آقای رحیمی، آیا کار روی عملی سازی همین طرح شما هم آغاز شده؟ از جریان سال گذشته که شما این طرح روی دست گرفتین و گفته شد که نهایش تا کنون چی کار صورت گرفته؟ چقدر شما مکلفیتان در بخش بهبود وضعیت اقتصادی در اینجا انجام دادین؟ کاملا. مسئله که در یک سال است پروسه چون به یک حرکت ایده کار نمیشه. نیاز به مشورای گسترده بوده، نیاز به این بود که ما با سکتور خصوصی گفتمان بسیار واضح داشته باشیم، سرزی که توانای و ظرفیت های داخل خود باید پیدا بکنیم، سرزی که فضای سرمایه گذاری چی نوسته، کدام موارد است که سبب میشه می قیمت تولید در کشور بلند باشه که رقابت نتونه. این موارد بود که سر کل از این موارد بحث شده و در این پالیسی زیاد تلاش ما به ایست که ما تنها با سیاست بلند بردن تعرفه اتکا نکنیم، به خاطر که موردی که در قسمت تعویض واردات است ایست که اگر تعرفه بالا میشه بازم اثرات سر مردم است. زیادتر سر زی تمرکز کردیم که کدام مشابقه را وضع بکنیم تا قیمت تولید در کشور رقابتی شه با کشوری که ما وارد میکنیم و ای از مو خاطر گفتمان زیاد کار داشت، یعنی کار از نهایی شده و انشالله اقدامات عملی در قسمت شروع شده، انشالله یک سال دیگر هم در بر میگیره که بالاخره کار عملی شه ببینیم یا که زودتر. یعنی شما اگه ببینید که ما پارسال 775 میلیون دلار صادرات داشتیم و حالا 875 میلیون دلار. این ناشی از طرح شماست؟ ناشی از طرح حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به شمول که کارهایی که وزارت اقتصاد میکنه.
بله تشکر از شما آقای رمی. آقای حدی میخوایم که از شما بپرسم که عدم هماهنگی میان سکتورهای اقتصادی چقدر تاثیرگذار بوده بر وضعیت عمومی اقتصاد افغانستان به ویژه در بخش ثبات پول افغانی هم؟ بله بله آقای حدی من پرسیدم که چقدر عدم هماهنگی میان سکتورهای اقتصادی تاثیرگذار بوده بر اوضاع عمومی اقتصاد افغانستان و همچنان در بخش ثبات پول افغانی هم؟ خب اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته بسیار ضعیف بوده، حتی بر اساس تخمین IMF و احصای مرکزی افغانستان در سال گذشته رشد اقتصادی 1% بود و این به هیچ صورت ما گفته نمیدانیم که یک اقتصاد باشه که به اثر یا به سطح زندگی مردم تاثیر کرده بتانه. خب تنها موضوع هماهنگی نیست، اصلا جهش اقتصادی در این مملکت فوق‌العاده ضعیف است. ما فکر میکنیم که اصلا پروگرام‌های اقتصادی ما فوق‌العاده ضعیف است، حتی بودجه انکشافی ما هیچ معقولیت اقتصادی را در نظر نمیگیره. ما بودجه انکشافی ما برای این نیست، اکثرا به این مبنا نیست که تولید ما زیاد شود، اونا به خاطر پروژه های مستهلکی است. مثلا در سابق ما بسیار زیاد پول به سر پروگرام همبستگی ملی مصرف میکردیم، تقریبا 1.5 میلیارد، و متاسفانه اونمو روش فعلا هم دوام داره، در حالی که بسیار کم تاثیر بر اقتصاد کشور داره. ما فکر میگم یک به صورت عمومی تنها از سکتورهای مختلف نه، بلکه رهبری حکومت در قسمت جهش ببخشید از قسمت جهش اقتصادی فوق العاده ضعیف است، و به او خاطر است که یعنی جهش اقتصادی 1% بوده. این تاثیر تا اندازه سری اسعار هم میکنه، سری نرخ افغانی هم میکنه. من به قسم که پیشتر گفتم فاکتورهای عمده اونا به صورت بسیار منفی تغییر نکرده. مثلا گفتن که صادرات زیاد شده، وقتی که صادرات زیاد شده چرا پول ما پایان می آید؟ کمک های خارجی برعکس زیاد شده، کم نشده. خب کدام سرمایه گذاری نه سابق بود و نه حالی است؟ خیر چرا کدام فاکتور اقتصادی است که باعثی شده که افغانی قیمت دلار از 55 به 80 برسه؟ و خصوصا در چند ماه گذشته چرا به این اندازه خراب شده؟ فقط اونمو توضیحات سیاسی است که مردم راجع به آینده اطمینان ندارن، و او بهترین دلیلش است یا مهمترین دلیلش است به عقیده ما که چرا پول افغانی ارزشش بسیار پایان آمده. بله آقای حدی، در کنار از یک خب مردم باورمندی ندارن در حال حاضر بر ادامه زندگیشان، بر بهبود وضعیت اقتصادی در کشور، اما باید کاری هم صورت بگیرن، نباید دست به سر دست مانده و این گونه اوضاع را تماشا کرد. خب ما میگیم که باید تماشا نکنه، خب این وظیفه حکومت است، ولی مسائل اقتصادی تو نمیشه که امروز شما درک کنید که ما باید تماشا نکنیم و سبا نتیجه باید بده. پروگرام‌های اقتصادی تقریبا چندین ماه، اگر یک سال نشه ولی حداقل چندین ماه را در بر میگیره تا او به صورت صحیح طرح‌ریزی شوه. این حکومت متاسفانه اونم وظیفه که داشت او را در سالهای اول نکرد. حالا ما به یک حالاتی هستیم که اگر پولم به دست اینا برسه اونا او را ضایع میکنن، سر پروژه‌های مصرفی ضایع میکنن، تعمیر رنگ میکنن، نمیفهم باغ تیار میکنن، یک چیز دیگه تیار میکنن، برای تزیینی برای این مسائل از او استفاده میکنن. ما یک پروگرام بسیار خوب برای تولید نداریم. حکومت خودش هم بسیار زیاد تاکید سر زیربنا میکنه، ولی در رشد اقتصاد باید یک توازن بین زیربنا و بین تولید موجود باشه. زیربنا خودش تولید نیست، زیربنا زمینه را برای تولید مساعد میسازه. در افغانستان در بسیاری جا حکومت باید زیربنا را تاسیس کنه تا سکتور خصوصی تولید کرده بتانه. در افغانستان سکتور خصوصی با اون اندازه قوی نیست که تنها سکتور که ما تنها سر سکتور خصوصی اتکا کرده بدانیم. در افغانستان هم حکومت هم باید به زیربنا توجه کنه و هم به پروژه های تولیدی توجه کنه. متاسفانه که در این حکومت اصلا اینمی درکم نیست، کمی فهمش هم نیست که ما بگوییم که اقتصاد وقتی که ما اقتصاد متوازن
متوازن میگه اونا به این فکر میشه که بین ولایت ها یک توازن موجود باشه. من میگم اقتصاد بین تولید و بین بین زیربنا و اقتصاد در سر یک توازن سر قوای بشری و سر قوای تولیدی و غیره. و این یک پلان بسیار خوب میخواد که او یک مقدار وقت هم میخواد، در یک روز یا در یک هفته یا در یک ماه این پلان تر هم شده نمیتونه و نه نتایج شما به این زودی دیده میتونیم. اما هر حکومت باید نه تنها برای وقت خود بلکه با کسایی که ما بعد از او میاین برای اونا یک مقدار پلان داشته باشه که تا زمانی که اونا به اصطلاح آماده میشن لاقل یک سلسله پروژه‌ای در چنل در پایپلاین باشه که اینا به پیش برون. بله، تشکر آقای هدی. آقای صدیق، میخوایم که از شما بپرسم در کنار از اینکه خب شما اشاره کردین که تاثیرگذار از عواملی که بر ثبات پول افغانی بر اقتصاد افغانستان از جمله تولیدی نبودن افغانستان، بیشتر وارداتی بودن افغانستان، اما قاچاق دلار هم یکی از تاثیرهای خیلی منفی برای ارزش پول افغانی میتونه که در بازارها داشته باشه. در حال حاضر به گونه خیلی نگران کننده دلار قاچاق میشه از مرزهای رسمی، از مرزهای غیر رسمی با پاکستان به ایران. ببینید اینجا دو حالت است. ما با ایران سالانه 2 میلیارد یا 2.5 میلیارد دلار واردات داریم. بنا به تعزیراتی که جهان سر ایران داره، هیچ نوع رابطه بانکی بین ما و ایران نیست. یعنی هیچ اتحادیات برای واردات از طریق بانکی صورت نمیگیره. بنان ایران هم فروشنده که جنس بر افغانستان میتونه مفت رایگان سر افغانستان قرار نمیده. باید در برابرش حصار بگیره. بنام نمیفهم شما اگر اثار را میبرین و جنس میبرین و قاچاق نمیشه میگذارین؟ قاچاق فرق میکنه. دوم، بسیار طبیعی است اگر در کشورهای همسایه شما تغییرات و تحولات سر نرخ اثار به نحوی بیاید که در یک سال در ایران و بعد از پاکستان آمد، بسیار طبیعی است که به خاطر از این که حرکت های احتکاری پیدا میشه که برون ما یک مفاد میکنم بگیرمش. هیچ شکی نیست که قاچاق ممکن صورت بگیره. از احتمالاً آله که تدابیری که با پیشنهاد بانک مرکزی از عرصه یک سال تقریبا تغییرات زیاد در سرحدات رسمی آمده، جایی که رسمی در اونجا سیاست من نمیم که کاملا درست شده، اما فشار زیاد آمده، یعنی ممکن کاهش زیاد آمده باشه، اما دوام شکی نیست که فساد وجود داره. مشخص است که از کدام بخشای این مرزهای افغانستان با ایران و پاکستان دلار قاچاق میشه و به چه مقداره؟ کاش که من کسی بودم که من پشت قاچاقبرا میگشتم و سر جایش پیدا میکردم. ببینید شما قاچاقبر از ضرب منفذه که برش امکان باشه او را قاچاقبرا بسیار خوب بارد. اما شما به عنوان بانک مرکزی چی کردین به خاطر جلوگیری از این؟ ببین جلوگیری از قاچاق مواد یا چی وظیفه بانک مرکزی نیست. در بخش پول که مسئولیت شما نیست؟ نه. راهکار شما نمیسازین بنادای بتین که اینا مسئولیت شما است جلوگیری بکنن؟ جلوگیری او از وظیفه پلیس، وظیفه قوای سرحدی و ایناست. بانک مرکزی هیچ وقت هیچ دنیا وظیفه نداره که جلوی قاچاق بگیره. بله، نه وسایل داره، درست است که شما وظیفه ندارین که باید جلوگیری بکنین از قاچاق و توانایی هم ندارین که خود شما میگین. بله. اما راهکار باید بسازین. همین راهکار که شما ساختین چی بوده؟ بله. و چه اساسه؟ ببینید شما تمام چیزی که بوده ما طرح کردیم با دولت، با حکومت، با تمام شو که جلسات هم سنجی کرد و هدایت‌های مشخص دادن که آن تطبیق بشه. ما فرم های مختلف را ما برشون چیکن ترین دانی تمام افراد گبرکه که چی رقم اسارا با شما بگین چه اجازه داره، چی باید خانه پوری شود، چطور شود، همش عیار شده با این مطالب. اینا را که چقدر او تطبیق میشه ما مطمئن هستیم تا حدودی میشه، اما مطمئن هستیم که 100% نمیشه. دیگه هیچ شکی نیست دیگه کشور فساد وجود داره، هیچ انکار کس کرده نمیتونه. این مفسدینی که تا باشه کار صورت میگیره. برای بانک مرکزی فقط بوده که الارم و بگویا به اصطلاح چراغ سرخ روشن کنه که این چیز وجود داره، اطلاعات مهمی هست و این چیزا باید صورت بگیره. سرحدات باید کنترل شوه. حتی ما گفتیم که چی رقم میره تمام مکانیزم بشه که چیز ما معلومات داشتیم و به اساس ازو بوده که اونا تدابیر خود تا حدود گرفتن جلو بشه بگیره. اما که قاچاق از سرحدات غیر کنترل شده میره، این واقعا این مشکل است. بانک هیچ وظیفه دیگه نداره تا برای دولت و برای نام در شرایط کنونی. اگر دورتر نریم تنها به سرای شاهزاده بر بگردیم. شما پیش از این یک راهکار ساختین، به صرافان گفتین که اینا اگر یک مقدار بالاتر پول اینا میفرستن به بیرون از افغانستان باید سریال نمبر زیر ثبت بکنن. چقدر امین مورد شما تونستین عملی بسازین؟ نه، او یک اشتباه بوده، او رفع شده، سریال نمبر اونا چی نمیکنن به صورت قطع. دیروز می شکایت آمد پیش ما، وقتی که ما ملتفت شدیم فقط یک سوء تفاهم ده بود. صرافا یعنی آزاد هستن هر قدر پول بتونن که ارسال بکنن؟ ببینید سیاد نمبر گرفتن این معنا نداره که چقدر پول میتونن چه کنن انتقال بدن. پول که انتقال میتن تا محدی که قانونی هست،
اینا کلش با راپور برای بانک مرکزی بده. یک سوی تفاهمت شد که اینا که از بانک اسعار میوردن باز میگفت که فلانی صراف وقتی که دلیلام اشتراک میکرد و فرض کنیم 500 هزار دلار 200 هزار دلار برازیا باز میگفتن که مثلا از این سریال نمبر تا این سریال نمبر باید امضا میکرد حالی که تو نبوده اشتباه بوده. او یک روز رفع شد بخاطر اینکه بانک تجارتی ما اگه اشتباه بود بهشان یک سوی تفاهم بود او یادداشت سریال نمبر یا امضا کردن این مطرح بحث نیست. چقدر همین مواردی که شما بر از او اشاره میکنین که اینا باید در موحد قانونیش اینا باید پول ارسال بکنن و تمام این معاملات را که انجام میتن راپورش باید بر شما بتن، چقدر این مورد عملی میشه؟ چقدر از صرافان همین کارا بر شما بلد. انجام میتن در حال حاضر؟ حتی شما باور میکنین که ما از 3-4 ماه به این طرف آغاز کردیم که اینا راپور خودمون باید اتوماتیک برای ما یعنی آنلاین ضرورت دیده فرم باشه. یک مقاومت های وجود داشت. آن بیش از 1500 صراف و ارزکنده های خدمات پولی مستقیما خوش آمستن راپور مستقیما هر روز و هر هفته برای ما در سیستم روان میکنن. یعنی آن اونا عادت کردن برای ما امور راپور ها منظم میرسه و بانک مرکزی به اساس حکم قانون ما صلاحیت بررسی تمام صراف ها و خدمات پولی در پولی بانک ها داریم. از همه از سالانه ما چی میکنیم؟ حداقل یک بار اینا دیده میشن که راپورهایشان مکمل است، دفاترشان همشان را ما بررسی میکنیم و ناظرین ما. آقای سیف شما میگین که این مورد عملی میشه و تمام صرافا این کار را بر شما انجام میدن، اما ما شب گذاشته در همین برنامه از سرای شاهزاده سخنگوی این اتحادیه را داشتیم که اینا خودشان میگن که صرافا آماده نیستن چون این کار را انجام بدن. ببینید شما تجربه ما چی رقم است؟ ما هر طرح را که بانک مرکزی کرده که صرافا باید این کار را بکنن اکثریت مطلقش برش لبای گفتن، اکثریت مطلق. یک تعداد محدودی که ممکن راپور دادن به نفش نباشه مقاومت میکنن. ما برای شما که گفتم که 1500 نفر برای من منظم راپور خود آنلاین روان میکنن، ما خود پشت از داشته بزور باشه قانعش نه که این کدام مشکلی نداره باید بتین شما این ساره. این قانون است، این حکم قانون است. ما نمیتونیم مثل 80 سال پیش وارد پیش بریم. وقتی قانون وجود داره اگه تطبیقش نکنیم معنی نداره قانون و ما او رو تطبیق میکنیم. بله آقای صدیق، در همین مورد یک سوال دیگه میخوام از شما داشته باشم که به چه مقدار پول روزانه از افغانستان بیرون میشه از اون مجراهای رسمیش؟ چقدر پول بیرون کشور که میره؟ بله دقیق قیصای عزیز شما نمیتونید بفهمید. این بسیار مشکل است به خاطر اینکه شما بیرون میرید، شما در سرای شاهزاده مسافرین هست، من یکی هزار دلار میگه 2000 دلار میخره و دیگر پرواز داره، فردا پرواز داره. این فقط احسای فروش متکمه فروش کرده، اما ای که ای آیا پیش خود نگاه کرده یا رفته سفر کرده ایتا که احسای پیش نیست. اما برای شما یک چیز میگم که در افغانستان احسایی که ما داریم نوده سالانه در حدود 10 میلیارد دلار نقد در افغانستان دور میکنه، یعنی در حدود 10 میلیارد یعنی 8 تا 10 میلیارد دور میکنه که این چیز در اقتصاد داخل چیز همی که خارج میشه و ای که کارگرا و خارج افغانایی که در خارج هستن انتقال میتن دیگه یک این حدود یک دوران اثار خارجی وجود داره. بله تشکر آقای صدیق. آقای دائمی میخوایم که در این بخش از شما بپرسم که شما روی طرح افغانستان معلت یادآوری کردین به اینکه کارهای زیاد صورت گرفته، اما آقای احدی هم صحبتاش شنیدین که اگر صادرات ما افزایش پیدا کرده پس چرا ارزش پول افغانی با گذشت هر روز کاهش پیدا میکنه در حال که کمک های خارجی هم به همان اندازه آقای احدی گفتن که هست و کمتر نشده؟ میشه گفتن شما داشته باشه؟ تشکر. چند مورد. اول بودجه امور رقم کول گفتم تمام تمرکز حکومت بالای تولید است. بودجه خب برنامه‌ای که در قسمت ارزی خدمات اجتماعی است او دوام داره، اما تمام پروژه زیربنایی و تمام سیاست ها در محور ارزی است که ما چطور سرمایه گذاری خصوصی را جذب کنیم، بخاطر که ما به این باور هستیم که ما میریم به طرف خودکفایی و ناچار هستیم که ما از وضعیتی که با کمک های خارجی است از این بیرو شیم و یگانه راه حل منطقیش امیست که فرصت و زمینه رو ما برای سکتور خصوصی میسر بسازیم که مازی برای و دستاوردان به یک صدا شد. آقای احدی میگن که همه کار نمیشه سکتور خصوصی باید در افغانستان انجام بده، کاری هم باید دولت بکنه در اینجا. کاملا هم سکتور حکومت هم سکتور خصوصی مشترک و هم نهادهای جامعه مدنی مسئولیت را در قسمت ازی که ما از این بحران اقتصادی بیرون شویم. مسئله اول رشد اقتصادی ما سال گذشته 2.7% بوده، اما طبیعی است که 2.7%
کفایت نمیکنه برای اینکه در وضعیت مردم بسیار تغییر بیاید و تلاش ما همدمی است که با تمام سیاستایی که داریم رشد اقتصادی را بلندتر بسازیم و مجهش اقتصادی که از نیاز است کلی ارزو داره که رشد اقتصادی بالا باشه و ما به این تلاش داریم، حکومت به این تلاش داره که ما رشد اقتصادی بلندتر داشته باشیم. در قسمت بهبود شرایط سرمایه گذاری شما خودتان در جریان هستین که سال گذشته اگر شاخص های کسب و کار ما ببینیم که ابدف رده افغانستان یعنی پیش رفت نزد به دیگر کشورها و در قسمت ریفارما و اصلاحات را که آورد در ده کشور که بیشترین ریفارما را آورد افغانستان در صدر از او قرار داشت. یعنی اینی کارهایی است که مقدمات است که گذاشته میشه تا اینکه ما بتونیم جذب کنیم. طبیعی است که چالش های خود ما شما میبینیم، مسائل ناامنی موارد، این طبیعی است که اثرات خود داره، اما از بود کاری حکومت در راستای از اینکه ما چطور سرمایه گذاری خصوصی را جذب کنیم در این قسمت تلاش ها صورت گرفته و این جریان داره. بنابراین هم رشد اقتصادی ما تلاش داریم که بلند شوه و چالش های بسیار متعددی که داریم او زیاد دامنگیر ما میشم. امسال با این فصل خوب است، بارندگی خوب است، پیش بینی ما است که رشد اقتصادی ما بهترتر میباشه و تلاش ما سر از است که زیادتر سرمایه‌گذاری خصوصی زیاد شوه و طبیعی که حکومت هم روشان هم کار است که تمام زمینه ها را فرصت ها را برشان مساعد بسازه که مشترک بتانیم که مجهش اقتصادی که لازم است برای افغانستان او داشته باشه. تشکر آقای رمی. آقای احدی میخوایم که در این بخش از شما بپرسم که در کنار عوامل اقتصادی که تأثیر گذار بوده بر روی اقتصاد، بر روی ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار، پس چی کار باید در بخش سیاسی صورت بگیره؟ حکومت افغانستان در اینجا مکلفیت داره و مسئولیت داره تا این نگرانی و عدم باور مردم اینو از میان بردارن، بالاخره تا چی زمان مردم با این وضعیت زندگی بکنن؟ خب اعتماد مردم سری حکومت اعتماد نداره، حکومت باید اعتماد مردم هم به دست بیاره، ولی حکومت وقت هم نداره. 5 سال تیر شد که اونا اعتماد مردم از دست دادن و به این اساس یعنی در قصیر المدت راستی هم حکومت هم وقدر زیاد چیزی کرده نمیتونه. خب اگر ما اما قدرم بفهمیم که انشالله اگر یا به طرف صلح بریم، اگر خدا کنه که مذاکرات دوحا کامیاب شوه و ما یک صلح در افغانستان بیایه، ما فکر میکنیم که اقتصاد مملکت بسیار کمک به اقتصاد مملکت میکنه. بالفرض اگر ما مذاکرات صلح در دوحا ناکام ماند، توقع کلان ما ای خواد بود که در افغانستان انتخابات شفاف شوه، که ما هیچ باور ندارم که حکومت انتخابات شفاف بخواید و یا او را دایر کرده بتانه و حکومت به صورت متداوم سو استفاده میکنه، از بودجه سو استفاده میکنه، قانون شکنی میکنه، تعیینات اقتصادی، تعیینات سیاسی، امنیتی، این کل بر اساس ملحوظات سیاسی میکنه. نتیجهش این میشه که مملکت روز به روز خراب میشه و کسی نصری حکومت اعتماد داره و حتی راجع به آینده نظام به مطمئن نیستن. به این اساس به این خرابی هایی که در ظرف 4-5 سال گذشته شده، برای ما مشکل است که ما بگوییم که در یک ما این حکومت آینده یک چیزی بکنه که راستی هم اعتماد مردم سرش قائم شوه. یگانه چیزی که گفته میتونم که کمک کرده میتونه که اینا به ارتباط موضوع صلح صادقانه برخورد کنه، یک کمی بسیار زیاد خودخواه نباشن که حتما اینا باید در قدرت مانند، صلح را ترجیح بدن و اگر موضوعات صلح یا مذاکرات صلح ناکام میمانند، در اون صورت یکگانه چیزی که بسیار کمک کرده میتونه انتخابات شفاف خواهد بود. در نتیجه انتخابات شفاف هر کس که بیایم فکر میکنیم اعتماد مردم جلب میشه. یک دلیل عمده کاهش ارزش پول افغانی است که اینجا سرمایه گذاری دیگه نمیشه. سابق سرمایه گذاری خصوصی بود، حال کس سرمایه گذاری به خاطر نمیکنه که سر حکومت اعتماد نیست. امید است که اگر انتخابات شوه و انتخابات شفاف باشه، اعتماد پس در حکومت بیاید و حکومت به صورت مسئولانه و مدبرانه امور اقتصادی کشور را به پیش ببره. در اون صورت ما فکر میکنیم که این موضوعات بهتر میشه، حل میشه. ولی اینطور یک سفارش من ندارم که اونا در ظرف یک هفته یا در ظرف یک ماه راستی بتانن این مشکل حل کرده بتانن.
بله تشکر آقای احدی. آقای صدیق میخوایم که از شما بپرسم که شما زمانی که اومدین کارتون در بانک مرکزی آغاز کردین، خب وعده های خیلی زیاده داده بودین و یکی از این وعده ها رو میخوایم که یادآوری بکنیم، ایجاد بورس، بازار بورس در افغانستان بود. چرا همین کارا شما در تاکنون صورت نگرفته؟ چرا هنوزم با گذشت هر روز ما شاهد ارزش بی پیشینه پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به ویژه دلار هستیم که کاهش پیدا میکنه؟ اول باید بگم من تصور نمیکنم یک وعده ای داده باشم. اما ما داریم که این چنین طرح از طرف شما مطرح شده بود. ما گفتیم که ایجاد باید شوه، نگفتیم که من ایجاد میکنم. یعنی قرار هم نیست که ایجاد شوه؟ اجازه شما بدین هر چیزی ما نباید بسیار هر چیز عجولانه فکر کنیم و بسیار ساده فکر کنیم. مسائل اقتصادی به شعار، به چند حرف و به چند کلمه نمیشه. کشوری که 40 سال در جنگ تمام زیرساخت‌های اقتصادی شما از بین رفته، تمام عناناتتان، فرهنگتان صدمه دیده، تمام روش کشور صدمه دیده، شما تصور نکنید که دکسار میتونه جور کنه. این بسیار مشکل است. بازار بورس از خود شرایطی معین داره که در بورس کی اشتراک بکنه. ما تا حال نمیتونیم سکتور خصوصی رو دقیق بسیج بسازیم بنا به شرایط. یعنی ما تلاش هم هست نمی 3 سال 4 سال عکس باید ما صادقانه بگویم امتیازاتی که برای سکتور خصوصی قائل شده در تاریخ افغانستان ممکن نشده باشه. در اما همین 4 سال شما چیکار رو انجام دادین در بخش نظام پولی افغانستان؟ ببینید شما، ما اولین کاری که ما کردم بر شما میگم یک نظم در سیستم مالی آوردم. سیستم مالی که مافیا بود، سیستم مالی که دزد بود، سیستم مالی که کابل بانک میلیاردها دلار 900 هزار میلیون دلار از مردم فقیر از کشور برای چند تا دزد داده شد، ما جلوی زیر گرفتم. ما تمام بانک ها و مافیایی را که اینجا میخواست از منابع بانکی استفاده بکنه در جایشان شدم. اما هنوز هم حسابات بانک کابل بانک هنوز حل نشده. مسائل این شما برای من این مسائل علایده است. حرف مهمی است که شما بله. تا یک سیستم سالم مالی نداشته باشین شما نمیتونید از یک رشد اقتصادی گپ بزنید. شما باور میکنید که اینجا در سیستم حرفایی بوده مافیایی در رشته امیال هم وجود داره که اگر ما کنترلش نکنیم و مهارش نکنیم شما قصه های کابل بانک تکرار خواهد شد. دیگر بنان یکی از استفاده های بانک مرکزی من میخوایم بپرسم که آیا ارزش پول افغانی از این هم برتر خواهد شد؟ هنوز هم بازم ما کاهش خواهد داشتیم که اکنون به 80 افغانی و 40 پول رسیده. ببینیم خیلی کوتاه، بسیار کوتاه خواهد گفت. هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که فردا پس فردا بر یک پول یا اثر چی میشه. این اگر کس میفهمید این کلانترین یک نفع خود میلیونر بشه نیست. یعنی امکانش هست که دیگه هم کاهش پیدا کنه. ما برای میگم اگر بله. دمی شرایط بحران در منطقه تو باشه بله. وضع داخلی ما به می بحران باشه تشکر ما آسیب پذیر خواهد بودیم. بله تشکر، سپاس از این که مهمان عزیز با باز حضور یافتین. خیلی سپاس از شما. تشکر. بله و سپاس از شما هم که تا این دم بیننده ویژه برنامه بازار بودید. فخش ما بخیر، خدا نگهدار.